میگه در ایام جوانی چنان که افتد و دانی، این نثر چه معنی داره؟ شاعر خواسته بگه در ایام جوانی چنان که افتد تو دانی. البته خیلی از مواقع هم هست که میفته و طرف متوجه نمیشه. حالا چرا گفته در ایام جوانی افتد و نگفته پیری، دیگه بماند. لابد خودتون بهتر میدونید. و اما تغزل، تغزل این نیست که یکی پاشه یه دهن غزل بخونه، نه، تغزل اینه که اون کش و قوس ها و احساسات نهفته رو در الفاظ مؤثری بیان کنه که آدم خوشش بیاد. من که خیلی از شعر خوشخوشم نمیشم. فکر نمی کنم اینقدر خنده داشته باشه. حالا که دلتون میخواد بخندین، بذارین ببینم شعر چی بلدین بخونی. دلم میخواد یکی از شما پاشه و یه خط شعر احساساتی و لطیف برامون بخونه. ما که نیست. ببینم. آها، تو تو پاشه یه غزل برامون بخون ببینم. کوچه باقی باشه اب نداره. روتیل لام و رفت اسپیس دیوار می آید. پاشه یه شعر بخون ببینم. یک همومی من بسازم چل ستون چل. ببخشید خانم معلم. چل. خیلی خوب، خیلی خوب، کافیه، مستفیض شدیم. لطفا استراحت بفرمایید، خیلی خسته شدیم. واقعا که مستفیض فرمودی نه. خب خب جناب آقای کاوه خان، یه شعر از بابا طاهر اوریان بخون ببینم. میگه تو که طاهر نیی، لختم چرایی. لابد بعدش هم میگه تو که لختم نیی طاهر چرایی. اصلا میدونی چند خط شعر گفته؟ 21 خط. بابا 21 آورد برد. ببینم شاعری که 21 خط شعر بگه شاعره، کی میتونه از شاعران غزل سلای متأخر نام ببره؟ خب ببینم فرید خان چی میدونه. از متأخرین شاعرانی هستند مثل نیشابوری، حکیم شفایی و علی نقی که تغزل را بارزتر و نمایانتر کردند. بین این دسته وقوع‌گویان فرقی هست و آن این است که شعرهای وقوع‌گو بیشتر هوس‌پرست و عاشق معشوقان بازاری در می‌آیند. در صورتی که متغزلین نه معشوقشان شاهد بازاری و نه عشق آنان مبتذل او باشان است. شما اشتباه میکنی. معذرت میخوام خانم، ولی من مطمئنم خانم. نه، جوابت درسته، ولی در نشستن اشتباه کردی. تو باید اینجا بشینی و درس بدی. خواهش میکنم. با
والا من که سر از کار شما پول دارا در نیاوردم. شاید درس خوندنم یکی از سرگرمیاتون شده. خب بچه ها خدا حافظ تا شنبه. تعطیلات خوش بگذره. بابا خوش میگذره و خدا همه جزله شده. نه متشکرم، ماشین دارم. خب خدا حافظ همگی. خدا حافظ. خدا حافظ. بلند شو بریم عزیزی دلم. بیا بریم بچه ها عشق کنیم. بریم خوش بگذرونیم. خدا خدا بهتره کاری که با ماشین برم این دراغوش طبیعت به همونجا میخواب بکنیم بخوریم کنگل بیاندادیم لنگر. آره تو ببینیم ماشین واسه سرت گشاده، تو باید پیاده گاز کنی آقا. بابا چقدر حرف میزنی، من دیرم شده گرسنمه. حرف نهارا نزن که این دوباره گشتش میشه. از تو طول تفلکی فقط شیش نسانده بشه. ببینم نهارا چه داری خواهد گشت داری بنازم به ایخی که گونده. آه 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 که آب گوش نمیخورن چه بقشبه چه کنی، ما اینطوری عادت کردیم. آقا جون همه ایونا یه رسم و رسومی دارن، تو چی کار داری چی میخوره؟ آره همیشه از همه عشقی تره، هرچی داره اون بخواد میخوریم، شکممونم گنده نمیشه. بالاخره وقتی امشب تحقیم میگیریم یا نه؟ بچه ها من میگم بریم یه جورا. نه بابا رحم بشیم خوشگله بود چطوره؟ میگن دیدنش هم واسه 18 سال کمترم ممنوعه. راست باشه. ما باید واسه کمتر از 50 سال ممنوعه. اوه این افتون فیلم دیدی؟ نه بابا جون تعریفی شد. بچه ها میگم چطوره بریم توی یک کابره خراب شیم. بابا بچه ها راست میگه، هر کسی هم دنگی خودشو بده. نه دورتون بگردم، بنده با کوبانه موافق نیستم. همه شبته این ست پول تو جیبی میگیرم. اونم باید بدم برای ایاب و زهاب تحتوشم. اگر چیزی ما دارم سر پول امیر بخور. راست میگه کابانه به درد ماها نمیخوره. فرید تو هم یه حرفی بزن. حالا من چی بگم؟ من با تصمیم شما موافقم. تصمیم خونه تو. خونه ما هنوز تعمیراتش تموم نشده. نقاش و نجار اینا داره کار. بله. به عمله چی کار داریم بابا؟ میرین تو کار خودم تعمیرش میکنی. تو که هیچ وقت اونجا نیست. آره. هر وقت با آقا تلفن میکنی من آقا تشریف نداره. بس همینی که من بهش تلفن نمیزنم. کجا میری؟ من چیزا مربوط به خوده. ده ببخشین خان. من بعد از مدرسه میرم دنبال کارهای پدرم. کارهای پدرم. بریم بچه‌ها. دیگه من باید برم. اصلا این دفعه همه تون بیاییم خونه با. چطوره؟ لیلا میخوای با بریز جدیدن برسه همه خونه؟ نه متشکرم، فرید منو بسید. ماشین فرید که هنوز نه اومده. الان میرم. اونه هاش اومد. بیا بریم فرید. آمدم. یواش برو. یواش. میافتی تو جوب آب خفه میشتی آبش زیاده. ببینیم خدا حافظ بچه ها. بفر میخوایش کنم. تقلق میکنم بفرمایی. تقلق دیگه نگه. بفرمایم حالا بزن برو رانندگی بی سواد شده. شنبه قبل از اینکه قرار بذاریم همین بساطی. یاره یه عالمه پیشنهاد آخرش هم جمع میشیم خونه تو. واسه من فقط این مهمه که با تو باشه. راستی جشن مدرسه‌رم که دیشب نیومدی، خیلی دلم میخواست اونجا بودی. آره اونم با تمام گرفتاری هایی که من دارم. یعنی تو باید هر شب تلفنی با اروپا تماس بگیری؟ بهت که گفتم تمام کارهای پدرمو که به خارج از کشور مربوط میشه من باید اداره کنم. تلفن از دستم نمیفته. اون وقت مجبورم بدترین ساعتهای شب به تلفن بزنم. خدایشو که اقلا تو مدرسه میبینمت، چون هر وقت خورتون تلفن میکنم یه نفر میگه سلام لیله خانم، فرید خان رفتن بیرون لیله خانم، کار مهمی داشتن لیله خانم. هر وقت برگشتم بهشون میگم بهتون تلفن کنن لیله خانم. باش میگه احمق چرا اینقدر میگی لیله خانم لیله خانم؟ منم که هر وقت بتونم به تلفن میزنم.
دلم میخواست مدرسه 24 ساعته باز بود تا من هر روز مثل الان پلوی تو بیش از اقعب کرد خواهی شد اما حیف که چند وقت دیگه مدرسه تعطیل بهتر تعطیل بشی میشتر داریم با هم باشیم برادرهایی ولی اگه قرار باشه برم مسافرت چی؟ نه بابا رسیدی بگرده تو خیلی به همین این چجور ترمز کردن احمق برو پایین ازشون معذرت خواهی کن واسه چی؟ عقبی ها باید از ما معذرت بخوان آق دایی جان کشکو اونا لیلا خانوم و مجنانن جانم نه دایی جان لیلا خانوم و مجنانه که نمیگم ماشین عقبی رو میگم که همچین زرتی زد به عقبی ما ای بدره بذاریم برم اینه میگن یه آقای بلند نزن دایی جان کشکولی معلوم اخمخ ایشون میلیونر 50 تومان 100 تومان که واسه شون اهمیت نداره ما باید میگی خوب پس با این لینک هم هوا کن ای ها چه خبر فرمون خواهش میکنم بفرمایید در منزل ببینم مرد که کج و کوله مفنگی مگه تو کوری مگه چش نداری ماشین میگونی مرد که زدی داغون کردی پس ترمز بس چی هم اگه ترمزونه چکه گرفتی میخوام شش رو نباشه کوریشو میدی یا یه دونه اردنگی بزنمون لیلا بله اگه من این که اصلا نبودم بازم منو دوست داشتی چی تو منظورت چیه اگه بی پول بودم برو بی پول شو تا بفهمی 50 تومن ازت میگیرم 20 تومن 50 تومن 1 50 تومن 2 25 50 تومن 3 50 تومن 4 خیلی خب بده من با خرجش کردم سنگ کن بگه اینم 3 تومن برو خدای شکر کن که عجله داشته اگه عجله نداشته بهت میگفتم کم برو خدای شکر کن که از عقب زدم اگه از جلو زده بودم یه شم نمیدادم حیف که حال حوصله کتک زدن نداشتم خدا حسنه خدا اگر جای آقا پسر بودم یه دفعه که شده واسه امتحان بهش میگفت خب اومدیم و بهش گفتم بعدش چی؟ خب بعدش بالاخره بعدش نه بعدش هم بالاخره آخرش از اون یارو رو زیر کنم ولی نکردم تو به درد درشکه میخوری بشم که تورم با من ببندم بهش توقع آدم بکشم دایی جان ناپل او کشتی کاشکی تو جلو ماشینم بودی زیرت میکردم برم تخت خوابشو مرتب کنم برو مرتب کن دیگه چرا قد غور میزنی همه کنن من باید انجام بدم بذار باشه من خودم یه انجام میدم نگاه کن تو رو خدا تو لازم نکرده تو فکر درس خوندنت باش که یه آدمی بشی مگه یادت رفته وقتی تصمیم گرفتیم بهت کمک کنیم با هم دیگه چه قراری گذاشتیم ها بله ما تو رو تحت حمایل میگم حمایل حمایت خودمون قرار دادیم حمایت من مال تو مفتم گرونه شوخی نکن دایی جانا موضوع جدیه ما میخواستیم واسه تو بشویم بابا ننه بابا و ننه هر دوشون توی روح منن بله بابا و ننه تو روح ننن خلاصه تو مثل بچه خودمون میمونی تالا به الحمدلله همه چی پیش رفته خوب پیش رفته تخت خواب دادیم رخت خواب دادیم میز دادیم چند تا قاب دادیم آفتاب دادیم و مهتاب دادیم صاحب خونم هر وقت که اومد اینجا اصلا متوجه هیچی نشد حالا بعد از این همه زحمت که تو به سن بلوغ رفتی فیلت یاد پاکستان افغانستان کردی رفتی عاشق یه دختر پولدار ثروتمند شدی به خدا شیطون میگه همچی بکنه از اون گذشته پسر جان من تو ممکنه عقده خود کمبینی هم پیدا بکنی جان من آخی قابل پروندی ما برای این که کمکت کرده باشیم که تو درس تو بهتر بخونی هر چی خواستی وزد برا هم کردیم دارم بله از هیچ چیزی هم فروگذاری داریم کمکت میکنیم که خودتو یه میلیونر درجه یک جا بزنی ما برای تو همه چی جانم تهیه کردم ماشین آخرین مدل سرپیش خدمت فهمیده راننده الاغ یک پیش خدمت چلاغ اجازه بده من حرف دارم ببینم تو هیچ میدانی که میگه در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد گر پیر شوی جای ندارد نمیدونم خلاصه میگه عشق گورستان ازدواج است ولی عشق گورستان ازدواج است و یک گورکن دارد که اون گورکن ایشان است ای به گور اون پدرت اصلا معلوم هست تو چی داری میگی ها بله هم حرفای من سر داره هم ته داره بفرمایید آهن رو با داره اصلا حرفای تو بی سر ته جان من اتفاقا اشتباه میکنی هم سر داره و هم ته و هم تهدید تو
یک راننده بی سواد بی سوادی. تو هم یک سر پیش خدمت کچلی، کچلی بهتر از بی سوادی. تو هم یک کچل بی سواد احمقی. میگم بی سوادی. خیلی خوب، حالا راحت شدی؟ آره بابا، آره. چی تو میگی؟ بله چی شد؟ بفرما. چی چی؟ ببین ناراحت شد؟ او پس رفت دیراز؟ دیراز شد برای اینکه عدس حرفای تو کلافه شد. برو برو، عدل شد. برو برو، برو برو، برو برو، برو من اومدم از دلت درارم، این نمیذاری. من اول با یک نصیحت پدرانه شروع کردم، ولی تو اونو به اعماق ظلمت کشانیدی. از اکابر به پایین عرض بزن ما هم بفهمیم ظلمت و اعماق کشانیدی. چه چی چی کشانیدم نفهمیدم جان من. اون در فراغ عشق بهتر از پهلوش دور بشی. راست میگی، بهتر دوری کنیم. آره بریم، ولی نه بهتر نزدیکی کنیم. چرا نزدیکی کنیم؟ آقا امشب واسه مهمانی چه لباسی به تن مبارک میذارید؟ خب معلومه، البسه آقا رو بنده تنشون میکنم. چه خرنگه. واسه اینکه نشون بدم میلیونرم، تو ماشین مردم میشینم، تو خونه مردم زندگی میکنم، لباسای کس دیگرم میپوشم، اصلا همه چیز به لیلا میگم، حتی اگه به قیمت مدرسه نرفتنم بشه. بابا خفن کردین، بس دیگه ولم کنین. بابا اجازه من میتونم درست کنم دیگه. دیگه شلوار بکشترت، من میدونم شلوار لباس شلوار شمش اصلا انگار واقعا یک پسر میلیونه که از بالا از این شیگه رفته تو استرف مرگ تو. نگاه کن چی ساختم تو رو خدا. اگه دست این سپرده بودم یه دلقک تو رو میشم. اون از طرف و اطلاعی نداره. خیلی متشکرم، ولی باور کنیم من لیاقت این کارهایی که واسه من میکنی ندارم. شر شد به جان تو ترگل و برگونه. اینه او یک پسر میلیونر. برای اینکه من تنش کردم کردی؟ برای اینکه من تنش کردم؟ نه خیلی، برای اینکه من تنش کردم. برای اینکه بنده تنش کردم. اصلا دارم خود خودم لباسم بکشم بابا. انگار اونجوری که فکر میکنی فرید سرش به تو یکی گرم نیست. خوب منظور؟ منظوری نداشتم، یه ذره مسئله کهنه و قدیمی فکر میکردم. تو اصلا فکر کردم بلد هستی؟ فقط شش ماهی که نمیتونم فکر کنم، ولی خودت شاهد بودی که پنج سال تمام خیلی خوب فکر میکردم. بهتره فراموش کنی. شما دخترها چه زود فراموش میکنید. پنج ساله به شش ماه میفروشیم. شاید اون ذره مسئل واسه شما ساخته شده که میگه نوکه اومد به بازار. آره میدونم نوکه میاد به بازار، ولی همونطور که گفتی این ضرب المثل دیگه کهنه شده. وای فرید اومد. ها بالاخره تشریف آوردن. البته علاوه بر تاخیر، سلام. میدونم که گرفتاری مهم نیست. خیلی دیر کردی فریدم. خیلی معذرت میخوام. از همه تون روز میخوام. میدونی گرفتار شدم. اما از دست شما میلیونرها گرفتاریتونم مونده بالا. خیلی حالا مجازات اینه که اولین رقصتو با من شروع کنی. کی سوار منو؟ حال منو گرفتن. بذارید. خیلی خوب بچه‌ها، هر چی رفتین دیگه بسه. چرا؟ ولی من تازه اومدم آخه. دیر اومدی آقا، حالا واسه اینکه تنبیه بشی باید یه دهن بخونی. حالا ما چه گناهی کردیم که باید زجر بکشیم؟ بخونیم. نمیشه منو معاف کنی؟ نه نمیشه. اگه عروس بود تا حالا بله رو گفته بود رفته تو هش.
بازم ابر غم تو چشمت نشسته. کاش این ابرها اینقدر میباریدن که سیل خون همه جا رو بر میداشت عزیزم. بازم که شعر گفتی. کدوم شاعری میتونه به چشمای مست تو خیلی بشون ساکت بمونه؟ چیزی یه روزی تموم میشه و از بین میره. ولی عشق جاودانه. عشقم که به دروغ آلوده باشه دیر یا زود میمیره. چطور ممکنه دو نفر که همدیگر رو دوست دارن به هم دروغ بگن؟ گاهی وقتا آدم ها واسه اینکه محبوبشون رو از دست ندن ناخودآگاه به دروغ آلوده میشن. تو تا حالا به من دروغ گفتی؟ من؟ چه گردنبند قشنگی داری عزیزم. خیلی بد میاد. متشکرم. رفته بودیم خرید، چشمم اینو گرفته و مامانو تیغ زدم. خیلی واسش گرون تموم شد. سلام. بابا سلام آقای دانش. حال سر متشکرم. حال شما چطوره؟ مثل اینکه هر دومون وقتشناس هستیم. بله بله. پسرم کاور اومد. بابا خیلی خوشحالم. بله شکرم بشینید. خب چی میدونی؟ ویسکی لطفاً. لطفاً سه تا ویسکی. شش. بله بله. اینجا غذاش خیلی خوشمزه. خیلی خیلی باحال. هم سه تا جوجه کباب برای ما بیارید که خورش قیمان داشته باشه. میدونید آقای دانش سال آینده با پسرم معامله میکنید، چون به محض اینکه درسش تموم بشه در شرکت ما به عنوان معاون استخدام میشه. اوه خیلی خوبه، خیلی خوبه، تبریک میگم. منم با شما چنم بیدم، باید بیشتر از جوانا استفاده کنم. بله به افتخار معاون آینده. سلامتی. میدونید آقای دانش محصولات من در خاورمیانه هیچ رقیبی نداره. بله درسته. و به خاطر همین موضوع امسال چند تا از کشورها دو برابر سال گذشته به ما سفارش. من هفته آینده میرم به روم و کانادا، سعی میکنم اونجا بازار فروش مناسبی براتون ایجاد کنم. خیلی متشکرم. خب بهتره بریم تا به محضر برسیم ساعت درست هم. بله خواهش میکنم. به چی اینطور خیره شدی؟ چرا نمیای؟ زود باش دیگه داره دیرمون میشه کاوه. الان میام پدرم. وقتی در داخل محفظه خلأ کامل به وجود اومد، یعنی وقتی تمام هوای محفظه رو خالی کردیم، چوب داخل اون وزن مخصوصش رو از دست میده و قدرت جاذبه زمین بی اثر میشه. حالا خوب تماشا کنین، چشم بندی نیست آقایو، تماشا کنین دیگه. دب کنین بچه ها، یه قطعمون بغل داره که الان از توش مار در میاره بیرون. اح چه خونک. و حالا این قطع چوب کوچیک در خلق قوطه‌ور میشه و هی گردش میکنه. توجه کنین، ده توجه کنین دیگه. توجه کنین چرا اینطوری شد. ده چی میشه که اینطور میشه؟ ده یالا قوطه‌ور شو. مگه به تو نمیگم قوطه‌ور شو؟ نمیشه. لابد پمپ مکنده خراب استاد. نه اون درست کار میکنه. راست میگه. ای بس یه چیز دیگه. خب بفرمایید ای بس چیه؟ حتما اتفاق سویی رخ داده. بله حتما اتفاق سویی رخ داده. واقعا عجیبه، با وجود خلأ مطلق تیک چوب مثل کنه به تش چسبیده. حالا چه وقت چسبیدن جانه؟ قوطه‌ور شو دیگه. ای کارا برعکس، صد دفعه تنهایی عمل کردم نچسبی. نگاه کن بعد شانسی ما رو ببینا، تا حالا اینطوری نشده بود. قوطه‌ور شو دیگه. اجازه میفرمی؟ به عرض ببینم چی میخوای بگی؟ اجازه هست؟ آره. چیه؟ با اجازتون میخواستم بگم که اون قطعه چوب هیچ وقت شناور نمیشه. برای اینکه چی؟ بگو چیه دیگه؟
من منتظر بودم ببینم کدوم یکی از شما موضوع خوب متوجه میشه. خیلی خوب، حالا بگو ببینم چه علتی وجود داره که این چوب شناور نمیشه. چرا نمیشه؟ بیا جلو، بیا جلو توضیح بده ببینم. بیا اینجا توضیح بده پسرم. توضیح بده. شیء ما شناور نمیشه برای اینکه خلأ مطلق به وجود نیومده و تا خلأ مطلق به وجود نیاد شیء شناور نمیشه. قطع چوب با چسبیدن به جدار تحتانی محفظه یه حباب کوچیک به وجود آورده. لازم بود همونطور که پمپ مکنده در حال مکیدن هوا بود، محفظه را دائما تکون تکون می‌دادین تا این قطع چوب مرتبا در حال حرکت باشه و از چسبیدن به ته شیشه جلوگیری بشه. پس به نظر شما من باید محفظه رو تکون تکون می‌دادم؟ بله تکون بدم. درسته. ای بیهوشا تنبلا، باید از ایشون یاد بگیری. خیلی خوب، حالا مجدداً آزمایش تکون تکون رو تکرار میکنیم تا اینو تماشا کنن. بفرمایید شما تکون بدین، بفرمایید محفظه رو تکون بدین. بله چشم. شاید تکونای من کافی نبوده، منم دیگه اصلا حرفی نمیزنم. دیگه خودتون میدونین چی کار باید بکنین. خوب تماشا کنین، نگاه کنین، شاید زرنگ در کنار معلمش داره تکون تکون میده. شاید ما دیگه پیر شدیم که نمیتونیم خوب تکون بدیم. برای دیگه تکونم بود همون تکونای قدیم. پم به نحو احسن کار میکنه. حالا مشغول ایجاد خلأ مطلق هستیم. هستیم دیگه؟ بله. حالا شیخ شروع میکنه به نوسان، شروع میکنه به قوطه ور شدن. هنوز تکون نمیخوره ولی بالاخره تکون میخوره. خیال میکنه شاگرد زرنگی. اگه تکون نخوره بالاخره یه وول میخوره دیگه، ولی داره تکون میخوره. الان تکون میخوره، تکون میخوره، تکون میخوره، تکون میخوره، تکون میخوره، 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 تکون میخوره. نخه تکون نمیخوره. چرا؟ نمیدونم. فرید خان ممکنه توضیح بدین حالا دیگه چرا تکون نمیخوره؟ بله آقا، چون پمپ هوا رو نمیمکه. چطور نمیمکه؟ حالا دیگه پمپ به باید مکیدن افتاد؟ نخه قربان، برای اینکه شما پاتون رو گذاشتین روش. روشه؟ چیه؟ واقعا عجیبه. پس تو متوجه شدی که پام رو لوله بود؟ احسن جوون، احسن جوون، واقعا احسن. مرگ تو، تو اصلا میتونی اگه من نباشم جای من درس بدی؟ بله چشم. وجود دو تا آقا سر کلاس زایده. پیش بیندازیم سر از من آخر از تو پیش، یا سر از تو آخر از من پیش، یکی مو سپلش. ببین اصلا بدون پیش هر دوم میریم، چون زنگ خورد جوون، زنگ خورد. بله مرحمت همگی زیاد، پایتون کم نشه. مخلصم، مخلصم، ببین شما. خدا حافظ. تو مطمئنی که خودش بود؟ حاضرم شرط ببندم. حاضر شرط ببنده یا میبنده؟ گفتم که با پدرم تو رستوران بودم، البته من فقط یه لحظه دیدمش، یه لحظه. اونم از دور. من که اصلا نمیتونم باور کنم، آخه چطور ممکنه؟ پس اون ماشینای بوی شیکی رو از کجا آورد آخه؟ اون راننده، اون همه احترام. ویلاشو چرا نمیگی؟ گل گفتی، ما به وسیله همون ویلاش میتونیم همه چیزو بفهمیم. اگه آخرش لیلا رو از دستش در نیوردم، حاضرم به همه تو یه سور بدم. آره راست میگی. رو دستش میذاریم امشب تو بیلاش یه مهمونی بده. چطوره؟ خوبه. سلام، منم فرید. گوش کن چی میگم، امشب دوستای من میان به ویلامون. نه نه بابا، من دعوتشون نکردم، خودشون رو وعده دادن. آخه چرا ممکن نیست؟ نمیفهمم. هایده خانم که گفته دوشنبه از مسافرت برمیگرده. بد جوری گیر کردم، چی کار کنم؟ نه دیگه نمیتونم، نمیتونم هیچ بهانه‌ای براشون بتراشم. به خدا آبروم میره ها. خیلی خوب، متشکرم، ممنونم، خیلی ممنون، قربون تو، خداحافظ. درست شد.
ای خدا کنه زودتر مهمونی تموم بشه تا گندش در رنگ بده. آتف میزنی آقدایی که به حال تک تو ببینی تمام دوسته و همکلاسیاش هیتونه قیدونه چارشاخ مونگن. دیگه واسه شون حد شده که فرید راست سکی آدم حسابی مثل آدم حسابی نیست. آدم حسابی پسر منه دیگه. من که دلم عین سیر و سرکه داره میجوجه. سرکه واسه چی آقده جان؟ میترسی تا آخر برج از گشنگی بمیری؟ خب باز مساعده میگیری دو برج بعد میگیری میخوری قصه چی؟ نه جانم موضوع پول اصلا در بین نی. میگم نکنه یه سر کله خانوم پیدا بشه. اون وقته که دیگه راستی راستی دیگه گندش در میاد و پدر صاحب بچه رو در میاد. راستی که پدر در میاد و وای 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 دارن زنگ میزنن. این ریشت بکنم بزنم زیر پام لیه کنم. اگه خانوم باشه چی کار میکنی ها؟ هی نفوز بعد بزن. هی نفوز بعد. بیا چلو. بیا چلو در بشو سخته منه بیا چلو. گفتیم تو اصلا نوکر بشی. اخ سمدش خودش. چی کار میکنی حالا؟ سلام خانم. اخی سلام از برم خانم قربانتون بگرد نمیده آقا چی بگردی چی آمده؟ سب کنیم ببینم چراغا رو چرا روشن کردیم؟ چراغا رو روشن کردیم؟ چراغا رو روشن کردیم؟ اون نکرده برق قوی فشار آورده چیزا خود به خود روشن شده. دیدی؟ دیدی؟ لابد به رادیو فشار آورده اونم خود به خود روشن شده. سیم همسایه است زن آقا. دیدین این دوتا؟ دیگه تو ویلای من چه اتفاقی داره میفته؟ تو ویلای خانم چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاق خانم چه ویلایی داره میفته؟ بس دیگه بهتره بریم راستشو به خانم بگیم جونمون رو خلاص کنیم. بریم جون. یه جریاناتی پیش اومده که بهتره شما حقیقت رو بدونید. فرید بیچاره ما در عاشق شده. یک دل نه یک دل و نیم عاشق شده. آره عاشق یکی هم کلاسی های خودش شده. یه دختر 15 فریدم خودش یک میلیونه نشون داده. این شما بگید کجا میتونست دوستای خودش رو آخر دعوت بکنه؟ تو راه دعوت کنه جان میگیره. تو ویلای من؟ من به این خانمم با ما هم عقیده میگن تو ویلای من. با من هم عقیده. من هیچ عقیده ای ندارم. شما بدون اجازه من حق نداشتین این کارو بکنین. بدون اجازه؟ آخه ما چطوری میتونستیم ازتون اجازه بگیریم؟ شما که اینجا نبودین. لازم نبود اجازه بگیرین. خب بله لازم نبود. ما اجازه نگرفتیم. درسته بیان نباید راشون میدادین. شما اصلا اخراجین. راجب اون میلیونر دوستاشم خودم تصمیم گرفتم. خدا ما رو بیرون کنین اما اونو خیتش نگین. قال اون راست میگه اون جوون خجالتش نکن. خدا دستم به کدامه کچلوارت اون وقت بیرون نمیتونه باشه تو اون مدرسه بذاره کار اون بیو. یه دور آواز میکنم قربونش برم پسرم دیگه پروه روح آدم پروه نشیب ببرید تو هنجره ببینید چه میکنه بچه روح پروه کجایی که روح خواهرت به دوستت معرفی خواهرم معرفی میکنم علیکم بچه ها برای چند لحظه برادر ما ازتون میگیره چون خیلی وقت ندیدمش باهاش خیلی حرف زدم چرا بیکار نشستین؟ پاشین برخصین خونه خودتونه راست میگه بچه ها برخصین میرم واسه تون یه آهنگ بذارم بابا یه بابا کرم بذارم کرت کمر فرامونه بابا زیر چیز پشنه بذارم لیلا نمیاد بریم برخصین نه یه بای من بوله ای که برخصین خوشحالی داره بهشون دروغ گفتی؟ من بهتون که گفتم مجبور شدم به خاطر دوست دخترت نه؟ بله اون تو رو واسه پولت میخواد؟ نه اون عاشق تجمله خیلی خوب به روخش بکش اینقدر که خفش کنیم ندارم
میتونی داشته باشی. ولی آخه تو کار میکنی؟ بله. چی کار؟ من گارسونم. تو یه رستوران گارسونی میکنم. واقعا احمق. چرا گارسونی؟ مجبورم واسه اینکه کمک خرج تحصیلیم بشه. میدونین همیشه از بچگی آرزو داشتم یه روزی همچین دم و دستگاهی داشته باشم. ولی خب این فقط یه آرزو بود. تو میتونی خیلی راحت به آرزوت برسی. تو با سرمایه‌ای که داری میتونی پولدار بشی، خیلی بیشتر از دوست دخترت، حتی بیشتر از این دم و دستگاه. خواهش میکنم دیگه منو دست نندازین. باشه اگه میخواین به اونا بگین، مهم نیست، خودم اصلا بهشون میگم، ولی حاضر نیستم بازیچه حرفای شما بشم. تو با این صدا و چهره و اندام قشنگ میتونی به هر چی که میخوای برسی. صدات مال مردم، خودت مال من. معذرت بخوام خانم، من دیگه باید برم پیش مهمونام. میبخشید. باشه، ولی یادت نره که من میتونم در بهشت آرزواتو بروت باز کنم. روش فکر. چشم. فکر کنی چند تا غلط داشته باشی؟ خیلی. راستی احوالی رو با دبل سی می نویسم یا یه دونه سی؟ برحال من که با دوتا سی نوشتم، نمیدونم درست نوشتم یا نه. چه میدونم، برو از فرید بپرس. اون زودتر از همه ورقش رو داد رفت بیرون. راستی اون مدرکی که میخواستی به ما نشون بدی چی شد؟ خیلی وقت داری وعدش میدی. همین امشب چیزی نشونتون بدم که از تعجب شاخ در بیاری. باشه. فرید ببین اینو درست نوشتم. آره درست. سوالا خیلی سخت بود. تو چیکار کردی راستی؟ ای مال من بد نشد، سه تا غلط بیشتر نداشتم. خوش به حالت، من بی خودی عجله کردم ورقمو زود دادم، نمیدونم درست نوشتم. فکر میکنی تو چند بشی؟ هی بد نشد، فکر کنم دو بگیرم. راستی لیلا تو سالونه؟ آره. راستی اکوردینگ واسه من اسپل کن. ای دبل سی او آر دی آی ان جی. هیت کردم عوضی نشد. با چیکار کردی لیلا؟ خیلی خوب شد. خب الان بده. گوش کن لیلا. مادرم اومد. باشه فردا بیام. باشه خدا. قربان، کادیلاک در اختیار مادمازل خواهرتونه. جگوارم سرویس. وایس ایون کجا داری میگی؟ بنزم که زده بودم بهش تو گاراژ، بنابراین باید تا خونه پیاده گز بفرستم. کجا داری حیوان؟ خب از آهور دیگه کافیه، من فردا همه چیزو به لیلا میگم. هزاران آفرین، صد بار کله. آخرش هم تو درست پیشرفت کردی، هم تو زندگیت پخت مخته شدی. کجا میری حیوان؟ چه این ور یه خونه خودت نگهدار حیوان خر. آقا که درخت نیست. آروم باش حیوان، آروم باش آقا، یه تکون بخور که این طول سگ ببانه. شما آدمی نمیشه پای شما بی ادبی کرد. اینجا نمیفهمه، یه تکون بده خودت. بگه ببینم آقا جا میگیری روز نماره بخونم یا نه. بیا کنار حیوانت از آقا جون، این سگ نمیگیره. فقط یه تکونی به خودت بده، کار تموم. الان خیس میشی یا مرگ مادرت. یه تکون بخور، تکون بخور آقا جون. دیوونه شدی مرچی که مگه من رقاشم که خودم رو تکون بدم؟ تاجی کو حرکت مرچی نایشابی. چی کار داری میکنه؟ نمیدونه. راحت شدی؟ توف به گور پدرت. هیچ کرد یا هیچ کرد؟ یه فرما نگفتم تکون بخور سیخوان ازا. خب حیوانم خیال کرد درختیم شما. یه به گور پدر پدرشگیش خنگید. خودتی چرا توهین میکنی؟ من که گفتم تکون بخور جانه، من گفتم تکون بخور. اشارتش عجب میگیرم، پدرشو در میارم. ادرار در ملعام جون داره. حالا نشونه دی میدم گیه من شد. میگم گیه من شد کیه من ماش چقدر کره گده. نفهمیدم مگه بنده خیس کردم که خسارت میخوای؟ خب واسه تو آفتاب خشک خشک میشه. مردم چی میگن؟ خیال میکنن کار خودم بوده. نه خیر، از بوش معلومه که کار سگی. بله من از دشت آرژ میشم. قضای حاجت سگ که جرم محسوب نمیشه قربان. خیلی خوب که دعوا نکنین، بیا بریم کار داریم. حالا پدر من درو پیکرش که بده چنگیز دارم. میزی که رزرو کرده بودین با چکرم بفر. بیا بیا مچه، بیا تو بره مچه. عجب محیط بیروحی داره ها. بشه اینجوری آوشتا بله بخواهد. منم اینجا بشین. بخواهد. تو چرا اینجا میکنی؟ آه خیلی ازش خوبه. بله 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 بچه بشین اینجا. هر بیتوان بیم. من کارهای کهو خیلی دوست دارم. ببینم کافه ما رو واسه چی آوردی به این رسول؟
خوشت نمیاد؟ به نظر من یه خورده محیطش سرده. خب میرسیم یه جای دیگه. اینجا اصلا به تیپ ما جور در نمیاد. چه میگه؟ اینجا پر از چیزای غیر منتظره است. حالا یه دقیقه صبر کنیم. به فرید خبر دادی؟ من که خبرش نکردم. والا چه خبرش؟ نمیدونم کسی خبرش کرده یا من به خونه‌شون تلفن کردم. من خودم بهش خبر دادم. چند دقیقه پیداش میشه. پس میاد. اینجا که تأخیرش کنم. باید از من ممنون باشی. این کار کردم که عشق شما رمانتیک تر بشه. عشق یک دختر ثروتمند به یک گارسون فقیر. خب دیگه چی میخوای؟ مجید لطفا منو برسون کنم. کجا میری بچه ها؟ من پشت میریم. باید که صحنه جالبی بود نه؟ نه همشو رفتن؟ خودت که میبینی؟ لیلا چی؟ میدونی فرید لیلا دختر حساس و زودرنجه نمیتونست رو تو این بس ببینه بهتر دید از اینجا بره ولی تو اینجا موندی که نتیجه کار ببینی من موندم که تو برام پیش خدمتی کنی خب گارسون برای من یه بیفتک بیار با یه سالاد فصل چشم سر کن کبریت بزن چنگالم افتاد بله چشم من الان یکی دیگه میرم دولاشو همینو بردار زود باش بیاد بلاشی روا بلاشی خیلی مچه خیلی نداره پیش میاد بلاشی الان دسرتونم میارم
یه روز که نهی داشت دلم واسه یه ریزه شده دلم میخواست الان اینجا بود میپریدم بغلش میکردم ماچش میکردم موچش میکردم موچشم میکردم میگم معلوم نیست ما راستسگی داریم گریه میکنیم یا از آب پیازی که داریم آب گوله میگیریم من که گریم راست رسکیه جون من اتفاقا مال منم خیلی راست راسته میگم چطوری افتضاحنامه میسیم رد کنیم به خانوم خداحافظ شما مرمت استعفانامه چی نامه استعفانامه فهمیدم حالا چرا عویجا رو میخوری مال خوراک زهره میدونی که خانم عویجا خیلی دوست داره من تو خرد میکنم تو خانم تازیم از میخوانم سامبری بریکو خوشتی اصلا دیشب خواب به چشم من نه آخه پسر شب میخوای بری خوشگذرونی اقلا یه زنگی بزن اثری خبری رستورانم تلفن زدیم بفرما مثلا پسر بزرگ کردیم بوخ کردی نشستی سوچ و پوش اکون نده بالاخره منی میدیست بابا بگو مردی که مریضی آخه مریضی با عبور حیثیت مردم بازی میکنی توف بگور پدرت پدر آدم هیچی ندار لعنت بر پدرش لعنت اینه میگه برم به خانم بگم همچی درست حسابی پوزمالیش کنه مرگ تو حالا میبین خانم بله به قول دایی جان رحیم اگه میخوای شکم شغال و تیک پاره بکنی گرگو بنداز به چنگش بنداز به جونش نه به چنگش رفت و فکر بیش که میخواد بنداز به جونش بیا بخور حال بیای بگیر مرسی میدونی جوانایی مثل تو اینه که قدرت تشخیصتون ضعیفه نمیدونین چی براتون خوبه چی بده با یه قوره سردیتون میکنی با یه خرما صورتتون جوش میزنه سلامتی سلامتی پول گاهی وقتا ملائک خدا رو هم گول میزنه بچه ها که دیگه جای خود دارن هیچ فکر نمیکردم اونم مثل بقیه به پول فکر کنه هرچی تلفن میزنم قطع میکنه بعدها همه چی درست میشه اون وقت تلافی کن نه دلم نمیاد هیچ وقت نمیتونم ناراحتیشو ببینم بعدا میتونی به سلامتی اون روز خب درس امروز ما ادامه بحث شعرهای قرن ششم هجریه و به اینجا رسیدیم که شاگردان مولانا محمد بلخی بزرگترین شاعر و فیلسوف قرن ششم هجری نزد شمس تبریزی می روند تا از غیبت استاد گرانقدر لیلا بله خانم معذرت می خوام خانم حواسم پرت بود چی کار می کنی؟ به صندلی خالی نگاه می کنی؟ اقلا اگه یه جوان خوشگل اونجا نشسته بود یه چیزی نه خانم من معذرت میخوام خب گوش بدین نگاهتونم به من باشه البته یه جوون خوشگل نیستم ولی نیمکت خالی هم نیستم خب داشتم میگفتم که شاگردای مولانا محمد بلخی که پسر خودشم جز به اونا بود و علاقه زیادی به محفل پدر داشت بازم شروع شد للا من خانم بله شما خواهش میکنم اون جای خالی رو پر کنی چشم جای خالی پر کنم آها حالا درست شد دیگه لیلا خانم هی سرشو بر نمیگردونه اونجا معذرت میخوام خانم اگه چند دقیقه اجازه بدید میخوام برم برم اشت میتونی بری من چند دقیقه میرم و برمیگردم سعی کنین صدا تو نره بالا ببینم چی شده دختر جون ها؟ هیچی برای هیچی اینطور عشقت سرازیر شده؟
اگه اشتباه نکرده باشم تو به جای فرید نگاه میکردی. حالش بده؟ نه. خب پس آسمون یه ذره ابری شده، یه کمی بارون میاد و بعدم هوا صاف میشه. چیزی دیگه به آخر زنگ نمونده، میتونیم سر فرصت با هم حرف بزنیم. من که تاریخ شعر و شاعری و ادبیات و بلدم، بچه هم اصلا نمیخوان یاد بگیرن. خیلی قشنگه با فکر کنم. آهنگ خیلی آهنگ خر در چمن رو بخونم. بچه‌ها من رفتم کجا؟ منم رفتم بچه‌ها. سلام. لیلا، می‌خواد برسه. نه، مادرم اومده. واسه در زیر کامیون. نه وایده. ای تاکسی. سلام. منتظر تاکسی هستی؟ بله خانوم، نصف عمر ما در رفت آمد و نصف دیگه‌ش هم در انتظار اتوبوس و تاکسی می‌گذره، نصف دیگه‌ش هم بیخود می‌گذره. بله درسته، ما هم که وسیله داریم نصف عمرمون پشت چراغ قرمز راه بندون می‌گذره. بله قربان. ولی خب هر چی باشه از طرف منتظر ایستادن بهتره، چون آدم اینقدر باید منتظر بله تاکسی بشه که علف زیر پای سبز. خب بفرمایید برسونمتون. کجا؟ اونجا پارکش کردم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. لطف دارین. خواهش می‌کنم. به جان شما تالا توی ماشین شی
موتورسیکلت سوار نشدم، همش موتور سه چرخه و دو چرخه و یه چرخه. یه دفعه با موتور بیچرخه اومدم سر کارم، ولی خب نمیخوام مزاحمتون بشم دیگه، چه کنم کار دارم. واقعا چه ماشین قشنگی دارین، این ماشینتون بله؟ واقعا چه ماشین قشنگیه، نگاه کنید. اینم میگن ماشین، تو رو خدا نگاه کنید، اونم میگن ماشین، به اون ابو طیاره میگن ماشین. مردم سوار چه چیزایی میشن، الاغ از اون بهتر میره، حتی ژست هم میگیرن و میگن ما ماشین داریم. تو رو خدا نگاهش کنید، بریم جلو، بریم جلو، نگاه کنید، بخورید بخندید به ماشین آقا، نگاه کنید. بله اینه، اینه که چیزه، چه جالبه، واقعا جالبه، اصالت تاریخی داره. کی میگه این ماشین بده؟ ماشین به خوبی کی میگه بده؟ خب هر چی باشه شما استاد تاریخین دیگه، همه چیتون مال عهد بوغه. از کدوم در باید سوارشن؟ از جلو، جلو، ببخشین، خیلی معذرت میخوام. استراد تو فردا حاضر میشه با کمپانی قرار داد بست؟ آره، چکشم گذاشتم به حسابت. میترسم یه روزی تو رو از دست بدم. این چه حرفی میزنی؟ من هرچی دارم از تو دارم، ولی آدم فراموش کاره. شما هنوز متوجه نشدین که این دو عاشق شده؟ عاشق شده؟ عاشق کی؟ شما مردا عشق تو چنگتونه و متوجه نیستین. چی گفتین؟ شما میخواین بگین این لیلا خانم عاشق بنده شده؟ شما مثل این که به غیر از فیزیک به چیز دیگه ای فکر نمیکنین. بنده نمیکنم. آخه چطور ممکنه عاشق شما شده باشه؟ اون سخت عاشق فریده. شما رو زنی به سن و سال من میتونه دوست داشته باشه. ای خدا، خدا جون، سلام علیکم، شاکرم. پس به نظر شما من مردی نیستم که زنا دورم بندزن یا میندزن؟ بله دورتون بندزن. به نظر من شما رو باید جمع جورتونم کرد. نکنین تو رو خدا، نکنین. به سرخیب نداری یا باید مثل دوتا آدم حسابی باهاش صحبت کنیم و گل قضیه رو بکنیم. چی داری میگی دایی جون؟ من ممکن برم تو باغچه گل بکنم و گل کاری کنم، ولی خیلی نمیکنم. ببخشید قربان که ما اینطور وسط خیابون مزاحمتون شدیم، خیلی معذرت میخواییم. بله، اونم پلوی همسر محترم گرامی مرحوم مفهوم. نه، من همسر ایشون نیستم آقای مرحوم. خب میشی؟ اولش معلوم بود. ساکت چه بزد؟ ساکت چه؟ معلوم بود؟ ببخشید قربان، ایشون منظور بدی نداشتن. بله. خب دیگه فهم ایشون همینه. بله. قربان بنده رحیم، دایی آقا کریم. بله، میم داره تش، دوتا میم داره. ما نیومدیم تو زندگی خصوصی شما دخالت بکنیم. بله. اصلا به این خرف که مربوطه که این خانوم زن شما هستن یا مترس شما هستن یا مشوقه شما. آقا جان چرا مزخرف میگی؟ مگه این چیزا به قیافه من میاد؟ چه حرفا؟ خیلی معذرت میخوام. ببخشید دایی جان، کشکولی من منظورش اینه که واقعا شما خوشگل هستین. خب آدم باید بالاخره خوشگل باشه تا بتونه مثلا مترس باشه. ببخشید خانم که ما از سادگی مون حرفایی میزنیم، به شما بر نخوره. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا اگه ببینم چی میخواین. ما میخوایم راجع به فرید با شما صحبت بکنیم. فرید وفایی، برادر تلفن
تلفن میزنم جواب نمیدی. بله قربان. آبه چی میخوای بگی؟ شما کیش هستی؟ کیش هستی؟ میدونین اون مثل پسر ما میمونه، یعنی ما بزرگش کردیم، ما درشتش کردیم. شما باید آب و هوای اونو داشته باشید قربان، والا پسر بدی نیست. باور بفرمایید. بله بله پسر بسیار بسیار خوبیه. درسته، ولی این بچه متاسفانه داره با این کاراش و غیبتاش پشت پا به آینده خودش میزنه. خب شما ملغش کنین برید احمق جون، موفقش کنین. آره درسته، همونه که دایجان کشکوله میگه. به هر حال شما مزیر منه که فهمیدین یا نفهمیدین انون. بله آقا فهمیدم فهمیدم دیگه. امروز روز میدونین جوونا خب یه خونه اشتباه میکنن و ما که مثلا عاقل ترین باید دستمون رو دراز کنیم، دستشون رو بگیریم و اونا رو بگیریم بالا. نه اینکه یه تیپان بهشون بزنین بندازشون. ببخشید خود به شما مثل که تیپا زدم به شما. ببخشید باید این اولین دفعه ایست که تو زندگیش این داره حرف حسابی میزنه قربانی. البته ما هر کاری از دستمون بر بیاد براش میکنیم. ما حتی موافقت کردیم تا بیاد امتحاناتشو که نداده بده. بده میگه بده. خب میده. یعنی با وجودی که امتحان نداده ولی چون شاگرد خیلی خوبی بود رفوزش نکرد. شما خیلی لطف دارید. قربون دست چنگالتون. بقیهش دیگه با شماست که قانعش کنین دوباره به تحصیلش ادامه بده. ادامه بده. میدونین من راجع به اونا خیلی فکر کردم. اونا کیان؟ فرید و لیلا دیگه. اما اونا دیگه شما باید کاری کنین تا رابطه اون دوتا به صورت اولش برگرده. دور بزنم همه چیز دوباره درست میشه این اولش. آخه این جداییه که اونا رو به این روز انداخته. لیلا هم مریض شده دیگه مدرسه نمیاد. اونا دنیا رو برای خودشون تموم شده میدونن. منظور منو میفهمین که؟ خب بله بله، یعنی اگه اونا دوباره اینجوری بشن، اینجوری که بشن کار درست میشه. آره دیگه شما دوتا چی باید؟ ماهی از دست تو فکرامو کردم. اگه اون دوتا رو با هم دیگه روبرو کنیم دوباره عشق سوزانشون زوره بر خواهد شد و اونها رو در بر خواهد گرفت. نفهمیدم چجوری اونا رو با هم روبرو کنیم تا آتیش بگیرن بسوزن و همچه از شرشون اینو نمیدانم. چجوری مخش نمیدانم. اینو نمیدانم. باید فکر کنم و بیابم. فکر بدم. باید بیابم. یافتم. بافتی؟ چی چی؟ نخیر بافتم. آه بافتی؟ نخیر یافتم. پیدا کردم. خب بگو چیه؟ باید یه دختر همکلاسشو واسطه کنم. این دواها رو همین امروز براشون بگیرید. جای نگرانی نیست. حالشون خوب میشه. متشکرم آقای دکتر. فقط باید یه خورده استراحت بکنن. البته بدون فکر و خیال. خب مرمت شما زیاد خانم، هفته دیگه میام بازی سری بهشون میدم. به سلامت. با اجازت. یادتون نره استراحت براش از هر دوایی بهتره. آقای دکتر مطمئنین که حالش خوبه؟ دخترتون فقط ضعف روحی داره، جسمم کاملا سالمه. یه مسافرت واسش خیلی خیلی خوبه، حالشو بهتر میکنه. اصلا نگران نباشید. خیلی زود خوب. خداحافظ. خداحافظ آقای دکتر. خب بهش تلفن کن. نمیتونم. فکر میکنی واسه شغلش و پولش بود که باش به هم زدم. پس واسه چی بود؟ من به مامان گفته بودم که اون کیه. اونا هم با ازدواج ما موافقت کرده بودن، فقط واسه این که با هم فاصله طبقاتی نداشتیم. همیشه از این که با جوانای فقیر معاشرت داشته باشن منو سرزنش میکرد. حالا چطور میتونم بهشون بگم همه چی ساختگی بوده و اون یه گارسون رستورانی؟ خودت چی؟ که من تو ناز و نعمت بزرگ شدم، اما میتونستم با گلیم پارشم بسازم واسه این که دوستش داشتم. کاش اون شب وای میسادی و باش حرف میزدی. اون طفلکی که جرمی مرتکب نشده بود. نمیتونستم. یه وای حس کردم پیش بچه ها خورد شدم. اگه از اول به من راستشو بگو. من باش حرف بزنم.
خنده کنه حالا که به جایی رسیده به طرفش برگشته. اونطور که میگن اون زنم خیلی گرفتارش کردی، حتما دیگه منو فراموش کرده. یعنی بین اونا رابطه ای هست؟ حتما. من که فکر نمی کنم. فریش خان یه خانم اومده از تو میخواد، یعنی تو رو میخواد. بگو بشینن الان میام. میگه کار خیلی واجبی داری. اسمش هم نپرسیدی؟ به زور میخواد بچپه تو اتاق. حالا بچپه یا نچپه؟ خیلی خوب، بگو بیاد اینجا. پس بچپی خانم، بچپی، یعنی بفرمین تو. اوناش اونجا تشتر. فرشته. سلام فرید. سلام، تو اینجا؟ هیچ باورم نمیشه. بشین. مرسی، برای ملاقات با شما بعد از یک ماه پیش وقت گرفت. نه، این که تعارفه. من هنوزم همون فرید سابقم، همون گارسونی که اون شب دیدی. خواهش میکنم فراموش کن. آدم نبود، این بود که خودم آوردم. با عزت و خدافظ. مرسی. چه شده؟ قصهش طولانی؟ پش بریم تو اون اتاق صورت کنیم. گرون کرده، میخوان یه مدت بفرستنش اروپا، شاید اونجا حالش خوب بشه. پس چرا تلفن میزدم جواب نمیداد؟ از اینکه بهش دروغ گفته بودی ناراحت بود. هنوزم که هنوزه، دلم هواشو میکنه. چشام مدام به دره که شاید وا بشه و اون از در پیدا بشه. پس برو به دیدنش. آخه میترسم بازم از من روگردون بشه. که حالش خوب میشه. حاضرم جونم هم براش بکنم. تو فکر میکنی به من روی خوشکشون بدون؟ سم نلیکن. ببینم کریم اون تو کیه؟ یکی از همکلاسی های قدیمی فریده. میگم فریده که واسه شون دارم میوه برم دهنشون رو شیرینی کنم. فعلا کامیشون شیرین هست، به میوه احتیاجی ندارم. شما بفهم شیرینی کنیم. سلام خانم. سلام. بشکر نکن، باشه کمشون نمیگم. عزیزم خیلی معذرت میخوام، من یه ساعتی میخوام برم بیرون. کاری که با ما نداری ها؟ من میخوام برم سلمونی، تو هم باید با من بیای. اینجا گوش کن عزیزم، تا تو بری سلمونی منم میرم و برمیگردم. با هم میریم. آخه من که نمیتونم بیام تو سلمونی منتظر تو بشم، خوب نیست. بله میشناسنتون، ایجاد مزاحمت میشه. خب فرید خان، من با اجازتون میرم. صبر کن. گوش کن، من میرم، دلت میخواد بمون، نمیخواد برو سلمونی، شلوغ بازی هم راه ننداز. یا بفهم خیار میل کنی، بفهم.
لیلا. تصنیفایی که میخونم برای تو و به خاطر تو میخونم. تا تو نباشی من چطوری میتونم بخونم عزیزم؟ فرید بیا از اینجا بریم. کجا بریم؟ جایی که دست هیچ کس به ما نرسه. ببینم دوستش داری؟ کیو؟ هایده رو میگم. وقتی کسی خدا رو پرستید چطوری میتونه بت پرستی کنه؟ یعنی چی؟ فکسی منو پاره میکنی؟ ببینم بگه امشب نمیای. چرا حاضر نشدی؟ چرا؟ چرا چی؟ چرا حالا؟ چرا حالا به فکرش افتاده و خودشو به من من قلبم زدی؟ چرا وقتی لباس به تنت گریه میکرد سراغ تو نمیگرفت؟ مگه اون شب که تو رستوران نوکری میکردی شیش تا گوش داشتی که حالا دوت تا داری؟ صبح تو شب خونه دل خوردم و جون کندم تو به اینجا ترسوندم. واسه چی بود؟ واسه اینکه یه روزی خانم فیلش شده هندسون بکنی؟ تمام زندگیمو به پات ریختم. تو این مدت واسه خودم یه قصر آرزو ساختم. دلم خوش بود که فردا اونو سایه سرم کنم. حالا یه بچه ننه یه عروسک باز میخواد همه چی رو واسه من خراب کنه. میخواد از بین ببره. اون باید بره عروسک بازی کنه. نه نه من نمیذارم. اگه جون من بره نمیذارم تو رو از من بگیره. اون به خاطر حواسش میجنگه ولی من به خاطر دلم. منو به حساب نیاوردی؟ منم از تیر دلم. فرید من عاشقت شدم. چرا نمیخوای بفهمی؟ خیلی متاسفم. میدونی فکر میکردم بتونم فراموشش کنم. تو خیال کردی من یه عروسک کوکیم؟ از من به عنوان یه بازی چه استفاده کردی؟ به عنوان یه سرگرمی تو بتونی عشق رو فراموش کنی؟ درستی؟ نه نه منظورم این نبود. پس چی بود؟ شاید میخواستی از من پولی بسازی که به آرزوات برسی؟ آره ولی من این پول رو سرت خراب میکنم. همونطور که بردمت به عرش همونطورم به زمینت میزنم. حالا میبینی حضرت آقا؟ خوشم چی نگه؟ Thank you.
بودم که یه روزی میترسم تو رو از دست بدم. همونجام تو نگات امروز رو میخوندم. هیچ کدوم همدیگر از دست نمیدیم. ما میتونیم به کارمون و به دوستیمون ادامه بدیم. تو کی؟ واسه همیشه. مگه نمیتونیم؟ چرا؟ فقط هر دفعه که میبینم ایت یاد روزای خوش گذشتمون میفتم، آتیش میگیرم. پس تو خیلی خوب میتونی حس کنی که وقتی کسی تو این آتیش میسوزه چه حالی داره. میدونم. معروفه که میگن آدم عاشق کوره، ولی بعضی ها زیادی عاشقن. تو واسه من خیلی زحمت کشیدی. شاید من آدم ضعیفی هستم، نمیدونم چی کار کنم، نمیتونم فراموشش کنم. حتی با وجود این همه تجملات و این همه ثروت نمیتونم. خیلی خوب، حالا که اینطوره من دیگه حرفی ندارم. فقط میخواستم از عشقت به اون اطمینان حاصل کنم. امیدوارم خوشبخت بشی. مثل یه مشته خوش حسابت اومد. حالا چه شایه؟ بیا یه استفان عرق با ما بود. این که پول عرق دیروزه تا که بده کار بودی. 5000 دیگه بده تا بشه در عرق بودم. من فقط یه وعده عرق نسیه میدم، بده تو بریزم. جون من که نرید عرق بودی. با ندی نمیریزم، پولشو میدم تو بمیری. بیمای فتیره بابا. بده جون تو فتیره. بابا تو عجب آدم خری هستی. پدره تا عرق نیم. این که بود دارم. بیا. من؟ آره. تو چه شد؟ سلام. حالت خوبه؟ الحمدلله. بد نیستم قربونش. هنوز واسه پول عرقت لنگی؟ ای خانم تا شما رو دارین دیگه غصه ای نداری. چطوره؟ شنیدم واسهش گرفتاری پیش اومده، مردم گذاشته فرار کرده. همینم مونده بود که دخترم بسیرت بشه. من که پیشم نمیره درست حسابی ازش مواظبت کنم. خدا عاقبتشو بخیر. بیا بالا کارت رو چشم. خب اینم بلیط هواپیمامون. یه استراحت حسابی میکنیم. این مسافرت خیلی برای تو لازم بود. البته با تو. والا زنجان یه حلوای تن ترانی تا نخوری ندانی. چی شده این؟ حالا کجا میخوای بری؟ میرم یه چند جا کار دارم، زود برمیگرم. میخوای چی کار کنی؟ تو تلویزیون خوشگل تره، برم ازش امضا بگیرم. بگونه پدره میخوانی امضا بگیری؟ امضا به من بدی؟ بله البته خانم. آخه یعنی چی امضا به چه درد میخوره؟ بذار در کوزه ها به شما خانم. بله؟ یه امضا به من بدی؟ البته. بنداز. چیزی که جان نزدیک دیگه باشه. برو به سلامت مادر. برو. بکش کنار بینم. تا رسیدین از همون فرودگاه پاریس یه تلگراف من بکنین از سلامتیتون با خبر بشم. یادتون نره ها. اجازه بدهیم من بلدم بیا کنیم. بریم به سلامتی. مثل اینکه خودش باشه. خیلی تموم شد. آقای فرید وفایی. بله بفرمایید. یه شکایتی از شما شده. لطفاً تک کلمه تلفن. شکایت؟ من دارم میرم اروپا تا یه ساعت دیگه هواپیمامون پرواز میکنه. چی شده مگه؟ دختری 17 ساله تحت تعقیب قرار گرفت. این دروغه، دروغه. فرید این کارو نمی کنه. آروم باش دختر، از این جوانا هرچی بگی برمیاد.
با یه لبخند گول میخورن و با یه اهم جا میزنن. نه مادر، حرفو نزن. خب شیطون آدم رو گول میزنه، امانت دست این دخترا. شهرت و صورت جوونا عقلشونه میدوزه و تن به هر کاری میدن. بعدشم میگن اقفال میکردن. مادر، من دختر بدبختیم. تو دوشتم طعم خوشبختی رو میچشیدم. زندگیش به موقعست نشیرینیش. چقدر آرزو داشتم خنده رو لبات ببینم. اینگار باید آرزو به دل بمیرم. ولی من دلم گواهی میده که اون بیگناهه. خدا میدونه. این یه توته است، به خدا حقیقت نداره. واقعا تو باور کن، من اون دختره رو اصلا نمیشناسم. من باور میکنم، ولی با بودن اون عکس کسی این ادعا رو قبول نمیکنه فری. من نمیدونم اون عکس تو چه شرایطی گرفتم. از دیشب تا حالا همش دارم فکر میکنم. نمیدونم، شاید توی یکی از اون شلوغی های بعد از برنامه بوده. اینقدر عکس درشته که اصلا معلوم نیست کجا هستی. آخه مردم چه دشمنی با تو دارن که این کارو بکنن؟ مردم هیچی، ولی چی؟ من هایده رو خیلی خوب میشناسم. وقتی بخواد یکی رو نابود کنه، از گرگ تیر خوردم خطرناکتره. منظور چی؟ یعنی میخوای بگی هایده این دستی سر جور کرده؟ کاملا نه، اما هرچی بیشتر فکر میکنم میبینم انگیزه هایده برای زدن این تهمت بیشتره. واسه چی؟ واسه اینکه توقع داشت باش ازدواج کنه. چی میشه؟ اگه این یه توطئه باشه میشه اونا رو با پول به حرف کشید. نه، دلم نمیخواد تو واسه من تو درد سر بیفتی. من خودم وکیل میگیرم و مطمئنم که همه چی روشن میشه. ولی تا اون وقت همه چیزی تو از دست دادی، شهرت، محبوبیت، و این همون چیزیه که هایده میخواد. میخواد تو رو به زانو در بیاره و بهت ثابت کنه که بی اون هیچ چی نیستی. جنس زن و زن میشنسه. کیو در بیاری این زنی که کی؟ کرده شره هرده به چی چیش می نزه؟ کی ناز کرده؟ قربون تو برم الهی. هرچی بیشتر همش بزنیم بیشتر گندش در بیاد. چی می خواهی؟ چی می خواهم؟ اینی کپ سرتو کرده تو برف و دومه تواس. خیال میکنی هیچ کس نمیدونی زیر این ظاهر ساخته که چه باطن کثیفی قایم کردی؟ حرف دهنتو بفهم بچه، و الا با کتک میندازمت بیرون. کلش جور کردی و یه جوون بیگونه ها انداختی زندون که آبرو و حیثیتشو ببریاره؟ ولی من نمیذارم. که چی؟ که این که باید بری و بگی کار تو بود رحیم. این دختره پرو رو از اینجا بندازش بیرون. لیلا خانم، شما اعصابتون ناراحته، بیاییم بریم بیرون یه خود قدم. نمیام، اون همه چیزمو ازم گرفته، نام زدمو ازم گرفته. من تو پدرشو در نیارم از اینجا نمیرم. خانم چرا این طفل معصومو بی خودی میزنی؟ آخی گناه داره، خب اون فریدو خیلی دوست داره، اعصابش خراب شده. باید بره عروسک بازیشو بکنه. خیال کرده منم فریدم که با زبون چرب و نرمش گول بخورم؟ این کلکو تو جور کردی. من می کردم که کردم، میتونی ثابت کن. حالا برو گمش از خونه من، برو بیرون، مگه دیگه خوابشو ببینی؟ دختر جون ناراحت نشو، من حس میکنم الان تو چه حالی داری. من خودم هم خیلی ناراحتم. این چند روزه واسه من چند سال گذشته. بیا برو خونه استراحتکی بکن. خود منم اول فکر میکردم که راست راستی فرید این کارو کرده، اما انگار اینجور نیست. رحیم آقا، من مطمئنم هر کلک زیر سر این زنی که... آخه چطوری میشه اینو ثابت کرد؟ نمیدونم. ناراحت نباش، خدا بزرگه. سر بیگناه پای دار میره، اما بالای دار نمیره.
تو حالا برو خونتون، بعدن ستایی میشینیم یه فکری واسش میکنیم. به کریمم میگم بعضی وقتا اون یه چیزایی به مخش میزنه که خیلی ابتکاریه. بفرمایید. به امید خدا انشاءالله همه چی درست باشه. خیالتون راحت باشه. خدا بزنیم برمچه. آخه تو مخ نش بزنی. حواظ این حرفا یه فکری بکنی. زد به مخم. باید یه جوری ثابت کنیم که کار فرید نیست. باش زحمت کشیدی بابا، زیاد فکر نکن. همون یه ذره مخی هم که داری میترسم تحریف بکنی. این حرفا چه فایده ای داره؟ این خودش میدونه که اگه مخ من به کار بیفته هیچ کی جلودارش نیست، هیچ کس. تو رو خدا بده اون دستت. ما رو به اون که دلمونو به مخ کی خوش کرده بودیم. خدا بده بابا. بابا. رفتم تو مخ. رفتم توی مخ، از تو مخ در یه برو تو مرد. رفتم توی مخ، بری کلا پیداش کردم، پیداش کردم، همچین درستم پیداش کردم. بازم باتی کردی؟ پیداش کرد. نه دایی جون، راش پیدا کردم دیگه. تمومه 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 تمومه. همین امروز فرید از زندون آزاد میشه، میره خرید. آخه چه جوری؟ یه همین جوری میریم از دختری میپرسیم. خب بفرمایید که میریم از دختری چی میپرسیم؟ آیا فرید با تو آره یا فرید با تو نقاره، یعنی نه آره؟ آره تو بمیری، اونم فوری میگه نقاره، یعنی نه آره، و همه چی تمومه. آره خب حالا دیدی که همه چی تمومه. بگو ای بیا تو آفتاب رانه رو مخه پیدا میکنه. نگفتم نگفتم. باریکلا کریم خان عالی بود. عالی بود پس بزن بری. ما نفهمیدیم آخه چی چیش عالی بود. بی خودی میگن عالی بود. نه رحیم خان، کریم خان راست میگه. اگه ما دختره رو پیداش کنیم شاید بتونیم پاپول راضیش کنیم که حقیقت رو بگه. آره ولی خب چه جوری پیداش کنیم؟ ما که آدرسشو نداریم. از کلانتری میگه. از کلانتری میگه. راست میگه. گوش کنی بچا، من میگم بریم از کلانتری بپرسیم آدرسش بگیریم. 14598 در دوم نرسیده، در اول بالای نرسیده، بغل اون بالا در همین. اینا اینجاست. خودم پیداش کردم، خودم زنگ زدم. اتفاقا خودم پیداش کردم اول. این تعظیم قرار است که سلام عرض میکنم خانم. ببخشید اسم شما سودابه است؟ چه سودابه؟ شما فرید رو میشناسی؟ بله. نه واسه تو رو خدا نرید، من همه چیز رو میدونم. چی رو میدونی؟ میدونم که وادارت کردن دروغ بگی. بله فرید خان با این همه چیزی واسه این میگه. بله بله، تازه آیده خانم هم به من گفت که به شما پول داده که این کارو بکنین. بله ما میدونیم که شما تقصیری نداریم، مجبورتون کردن، اما راضی نشین که یه جوون بیگناه تو زندون بیفته و زندگیش از هم بپاشه. من و بابام و عمومم شب تا صبح کارمون گریه زنیه. منم که همیشه اشکم در مشکم رو از بس گریه کردم اشکم درون شد. به خدا خانم جون به بدبختی یه جوون راضی نشین، بیا اینو بگین کار اون نبوده. خواهش میکنم. کار خود کنم. سلام. این لولو خورخه سلام اینا کی هست سودابه؟ سلام بابا، این خواهر فرید، اونم باباشه. اونم واسه چی اومدین اینجا؟ خیلی شیرین کاشتین اومدین دست خوش بگیرین بزنین با چگی. الله برای اون قسمت اقفال اومدیم حضور. خواهش میکنم فرید رو نجاتش بدیم. اینا مال شما، به خود قیمتش خیلی زیاده، بیشتر از اینام ندارم که بهتون بدم. سی تومن میای؟ بیا اینو بگین که اون بیگناه. تا یه بلای سرتون نیوردم از اینجا برین. خیال کردین شرف و آبرو و انسانیت رو میشه با پول خرید؟ بیا بخر خرید بینم بیتو. یه نفر بیتشه ما اخوانش بریم توف به گول پدر هیچی نداره. یارو خودشم باوره شده که فرید این کار کرده. عجیبه والا. برون پدرت لعنت، دختره داشت همه چیزی میگفت و یهو یارو اومد که سه درخت عرعر جلومون سر شد و تمام کارار خراب که نزش بگیم. حالا باید چی کار کنیم؟ من که دیگه عقلم به جایی نمیرسه. ببینم داری گربه میکنی، میگم گربه میکنی، گریه میکنی. چشام کور بشه عشقه تو نبینم. اگه فرید بفهمه که تو داری عشق میریزی جیگرش به خدا آتیش میگید. من خودمو میکشم. که میگم به جان مادر مرگ من اگه این کارو بکنیم. خب بالاخره یه جوری میشه قضیه رو حل کرد دیگه. میدونی اصلا میریم یه وکیل میگیریم. آدم تا سختی نبینه نمیتونه راحتی و مزهشو بچشه. یعنی مزه راحتی در همون سختی است که راحتی مزه میگه. ببینم تو گفتی که خودتو میکشی. ای جان جدی مدد.
درشته بیرون بر بالا نبود که بریزی به این مسخره بازی ها چطوره نمیگین چی شده؟ ای داره غزل آخره میخونه داره اجاق زندگیشو فوت میکنه فوت میکنه احمق جون آخ یه الهی من چرا چرا میگین؟ معلوم هست شما چطور شده؟ نامه ربانه ما چه نازنینی بود چه نازنینی بود طوری شده برید نه اون یکی داره میبینی اون یکی کیه؟ لیلا خانوم داری میبینی دهنش کف کرده همینجوری بره بری باش قنبولی زده بیرون قنبول زده بیرون داره میمیره پاسه چی؟ قرص خورده خودکشونی کرده مگه شروع به غنایی ببینم که تو بمونی که من بمونم که تو بمیری که اون خودشو کشته خیانه خیانه خانم زن آقا خیانه فرید اونو بکشتن خیانه نمیخواستم اینطوری بشه حالا مرده دردر که میگم یه زده دیگه بیشتر زنده بایدم نمیخواست خب کجاست تو اوبرجانس نه خیر تو اوبرجانس تو یه ساعت دیگه بیشتر زبون بیاره چرا به من خیانت کردی من هرگز تو رو نمی بخشم داره هزیون میده خانم جو دستم به دامنه تو می دستم آه این دختر دامنه پسرم رو بگیره و بالاخره جمعون مرگش بکنی یک کاری بکنی تو رو خود آخه من چی کار کنم؟ ما هرچی هم برای دفاع کردیم به خرجش نرم شما یه جوری قانعش کنید بذارید طفل معصوم این آخر عمری با خیال راحت بمیره سواب داره به خود خونش گردن منی فرید میگه فرید چرا به من دروغ گفتی من میمیرم اما تو باید نفس دست بگیری دختر بیچاره شما جوونا چرا اینقدر کم طاقتی لعنت به من نمیدونستی اینقدر همدیگر رو دوست داری تو خیانت نکرد اون تو رو واقعا میپرسته اون به هیچ کس خیانت نکرد اون دختر جای دیگه دست گل به آب داده بود عروسک کوچولو منو ببخش من دیگه تموم شد خانم خودشون به گناهشون اقرار کردن اعتراف هم کرد تازی پس همه این کارا یه حقه بود؟ نه خانم دعای شما مستجاب شد که من زود خوب شدم آی وکیل در تو که برو هم نقششون عادی بکن آی وکیل ممنان سوخته دیگه فرید آزاد شد آزاد شد چود بشی میریم استقبالش داری دمه رفته بیا خودم شما کجا میری مادر شما مادر الان برمیگردم الان برمیگردم